من یه بار میتونم. سلام بچه ها، خوبی؟ حالتون خوبه؟ چه خبر؟ ظهر و صبحتون بخیر. واسه بعضی الان ظهره، واسه بعضی الان صبحه. واسه شما چیه؟ صبح یا ظهره؟ ظهره. باور میکنید که در چه شرایطی من اینجا هم بعدم بهتون میگم. میخوام درک کنید که من در چه شرایطی اینجا هم. صبح شبه. شما میدونستی من چی میگفتی؟ باید میگفتی هر چی شما بگه آجرید. اینقدر باید ایمانتون قوی شده باشه تا الان که من الان بگم شبه، شما باید بگی شبه. صدام گرفته؟ نه صدام اوکی. باریکلا. خب آه ما کنیم این کتاب باید بخونیم، این حذفیات اینا رو توجه نکنید. بارا اثبات شده که اینا گفتن حذف، ولی از اونجا اومده ضرری نداره که من عالی توپ. خب بچه ها میخوام نمونه سوال خرداد سال 99 منطقه تهران رو حل کنم. خب نزدیک میکنم. شروع کنیم. آماده ای؟ آماده؟ بله. فرمانده دستور حمله داد، همه حمله میکنیم. خب بیا اینجا آقا، نگاه کن. اولین سوال دوستان خیلی سوال باحالیه، میگه جملات درست رو با صحیح و جملات نادرست رو با غلط نشون بدین. خب میگه هر دو مربع دلخواه متشابهند. درسته دیگه. خب عددی وجود دارد که هم گویا باشه هم گنگ، داریم یا نه؟ غلطه دیگه. چرا؟ خب نگاه کنید، یه نکته داخل فصل یکتون هست که میگه آقا اعداد گویا رو با کیو نشون میدیم، اعداد گنگ رو با کیو پریم نشون میدیم، اجتماع اینا میشه تمامی اعداد حقیقی و اینها با همدیگه هیچ گونه اشتراکی ندارن، اشتراکشون توییه، پس من عددی ندارم که هم گویا باشم. بس این غلط. خب ج عبارتیشون میگه تعریف نشده است. چک کنیم آقا دست تعریف شدگی تعریف نشدگی تو کس اینه، اگه عددی باشه که ما تو مخرج بذاریم و مخرج صفر بشه میشه تعریف نشده. خب الان گفته تو سه تعریف نشده، صورت و کار نداریم. اینجا سه بذاریم منهای سه میشه صفر دیگه، درسته؟ بس مخرج هم صفر شده، بس تعریف نشده است. این درست دار نباند علمی عدد 3,720,000 به صورت این است، درسته یا غلطه؟ بچه ها این غلطه. چرا غلطه؟ نماد علمی رو نگاه کنید بچه ها، اینو میبینید؟ همیشه اولین عدد، بعدش اعشار و بعد بقیه اعداد رو میذاریم. اعداد بعد صفر هم کاری نداره. اینو گذاشتی به تعداد بعد اعشار توان ده داریم. نگاه کن 1, 2, 3, 4, 5, 6 میشه ضرب در 10 به توان 6. این گفته 10 به توان 4، پس غلط. باریکلا به شما. بیا اینجا خب یکم کوچیکش کنم. خب میگه به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه چی میگن؟ نسبت تشابه. به بین هر دو عدد گویا جای خالی وجود دارد. بی شمار. جیم از دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضلاع قائمه، دو جلسه پیش گفتم مفروط.
دال معادله خطی که از دو نقطه این بگذره برابر چند؟ دقت. معادله خط پیشرفته که شما نخوندین. درسته؟ پس می‌بینید چی ثابته؟ آقا منفی 3 ثابته. یعنی ایکسش ثابته. و اگر بخوای نمودارش رو بکشی یکی از منفی 3 و 4 مثلا این 4ه. یکی هم هست چی؟ منفی 3 و 3 ایشونه. پس یه خط صافه دیگه. پس x مساوی منفی 3. هر کدوم که ثابت بود x برابر هم. مثلا اینجا اگه y ثابت بود میگفتی y برابر مثلا 4 اگر دوتاش 4 بود. سلام آیدا. میگه گزینه سعی را انتخاب کنید. خب میگه کدام عبارت مشخص کننده یک مجموعه نیست؟ اعداد سعی کمتر از منفی 2. درسته؟ کمتر از منفی 2 چی میشه؟ منفی 3، منفی 4 تا منفی بی‌نهایت. این که مجموعه هست این بسیج. اعداد طبیعی کمتر از 0. اعداد طبیعی کمتر از 0 میشه توی دیگه. اینم بس یه مجموعه هست. بزرگترین عدد فرد دو رقمی 97. یه عدد رو گفته دیگه، مجموعه نیست. سه عدد زوج متوالی 2 4 6. اینم بس مجموعه است. پس جواب میشه گزینه چند؟ 3. خدا سوتی دهندگان را دوست ندارد. میگه جواب 4 نمیشه. نه میشه 2. خب میتونیم بگیم به هر حال یه مجموعه است دیگه، غیر اینه؟ به هر حال یک مجموعه است. اعداد طبیعی کمتر از 0 توییه دیگه. خب به هر حال یه مجموعه است دیگه دوستان. واسه چک کنم یه بار دیگه شون شما میدین چک کنم. بزرگتر داره فرق داره یعنی؟ آره. اوکی باش قبول. میتونی اعداد مختلف قبول. 4 میشه این 97 میتونی داخل یه مجموعه بذاری فقط چون همین. قبول 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 قبول. خب بریم بعد. اگر نسبت این زد کوچیکش کنم. اگر نسبت تشابه دو لوزی 2/3 باشد، در صورتی که ضلع لوزی بزرگتر از 15 سانتی متر باشد، اندازه ضلع کوچکتر لوزی کدومه؟ آقا نسبت تشابه دو لوزی 2/3. خب یعنی یکی یک ضلع لوزی کوچیکه بر روی یک ضلع لوزی بزرگه. بزرگی چرا؟ بزرگه. درسته؟ خب این شده 2/3. حالا گفتی یه ضلع لوزی بزرگی 15ه، اون یکی چنده؟ خب این به خودش یه مرتبه، ایشون 5 مرتبه، میشه چند؟ 10 دیگه. جواب میشه گزینه 2. حله؟ خب بریم بعدی. درجه جملاتش نسبت به همه متغیرها. ببین نسبت به همه متغیر اینجا x توانش چنده؟ 1. 5 2 1 جمع بشه میشه چند؟ میشه 8 دیگه. درسته؟ اگه مثلا میگفت یه متغیر فقط یه توانش رو در نظر میگرفتی. خب دال حاصل عبارت گفته برابر کدومه؟ گزینه‌هاش این پایین داده. دال نگاه کن. خب آقا عدد را تو اینجا هم بنویسن. عدد به توان یک چیز منفی 1 مثلا باشه، برای اینکه توان مثبت بشه ما میاریمش تو مخرج. قبوله؟ میشه 1. پس میشه 1 بر روی 3 به توان منفی 1 میشه 1/3 به علاوه اینم میشه 1/4. مخرج مشترک پایین بگیریم میشه 4 به علاوه 3 بر روی 12 شده 1 میشه 12 بر روی چند؟ 7. جواب میشه گزینه 2. سوتی بدی گزینه 1 هم 7/12 هم هستا. حله؟ بریم سوال 4.
میگه با توجه به دو مجموعه آبی عبارتای زیر رو با اعضایشان مشخص کن. آقا اجتماع یعنی هر چی که تو آب است با هم دیگه. پس آ اجتماعی بی چی میشه؟ آکولادو باز کن. 1 2 3 4 2 4 6 دو چهار که مشترکه، یه بار می‌نویسم 6 میشه 1 2 3 4 6. قبوله؟ خب حالا میریم سراغ اشتراک. کدوم ها اشتراک دارن؟ 2 4 2 4 فقط 2 4. حالا میگه که هر چی که توی آ اشتراک بی هست و از داخل آ اجتماعی بی بردار، یعنی آ اجتماعی بی باشه ولی آ اشتراک بی نباشه. چیا تو آ اشتراک بی هستن؟ 2 4 2 4 رو بردارم چی میمونه؟ چی؟ 1 3 6. اوکی، آب خوری راحتن دیگه. این سوال امتحانی همه هم تو همین حدن، همه تو همین حدن. میگه مجموعه زیرا روی محور مشخص کنید. میگه آقا x عضو r، x هم بین منفی 3 تا 2. خب منفی 3 کجاست؟ اینجاست. چون مساوی داره من اینو تو فور نشون میدم. 2 کجاست؟ اینجا. چون مساوی نداره تو خالی نشون میدم. حالا بین منفی 3 تا 2 دیگه، بین منفی 3 تا 2 بینش هم اینجوری صورت فور نمایش. حل واقعا سوال امتحان نهایی چرت و پرتی است در راستای اون چیزی که ما حل کردیم. خب با توجه به محور قسمت الف مشخص کنی کدام یک از موارد درست کدام یک نادرست. آقا این امه دیگه. خب منفی 15 دوم چی میشه؟ میشه منفی 7.5. آیا منفی 7.5 تو این بازه است؟ نه، این تا منفی 3. پس این غلط. رادیکال 3 یعنی چی بچه ها؟ رادیکال 3 یعنی 1.7. 1.7 تو اینجا هست؟ بله. 1.7 میشه اینجا قبل از 2، پس هست. این گفته نیست، پس اینم غلط، جفتشون غلط. خب جیم گفته که بین دو عدد رادیکال 5 و رادیکال 10، بین این دو تا عدد، دو تا عدد گنگ بنویسید. خب اما نگاه کن، این رادیکال 5، این رادیکال 10، رادیکال 6، رادیکال 7، این دوتا گنگن دیگه. رادیکال 6، رادیکال 8، رادیکال 7، رادیکال 6، رادیکال 9 رو نمیتونه بشه، چون رادیکال 9 میشه 3. جذری نگرفتیم. رادیکال 3 رو چطور جذر گرفتم؟ پانیز نفس، نفس مقدم. نه نه آه اینا رو که نمیدونید، من اینا رو یک بار گفتم، اگه نگفتم که اینجا میگم. بچه ها این رادیکال ها رو حفظ کنید. رادیکال 1 1، رادیکال 2 1.14، رادیکال 3 1.7، رادیکال 4 میشه. آقا تا همینجا حفظ کنید، همین 4 تا. رادیکال 7 که 1.7 نمیشه که، رادیکال 3 1.7 میشه. اینو تا همینجا حفظ کنید. خب حالا بقیه چی؟ آقا از اینجا به بعد همه رو 2 دهم اضافه کن. آقا رادیکال 5 2 میشه 2 2 دهم. رادیکال 6 2 دهم دیگه به این اضافه کن، 2 4 دهم. 2 دهم برو بالا. رادیکال 7 2 6 دهم. رادیکال 8 2 8 دهم. رادیکال 9 3. رادیکال 10 3.1. شما حساب کنید. حله؟ حله؟ میفرستیم اینا رو براتون تو کانال دیگه. اسکرین چی؟ تو کانال میفرست. خب بیا اینجا، میگه در شکل مقابل او مرکز دایره است، آدی و بی سی هم مماس هستن، نشان دهید که این دوتا با هم دیگه برابرن. بچه ها هر وقت میگه نشون بدید دوتا چیز با هم دیگه برابرن و اگه مثلث دیدید باید از تشابه برید، نسبت برید، هم نهشتی برید، درسته؟ خوب نه، الان من دوتا مثلث دارم، یه مثلث او آدی و یه مثلث او بی سی. بین این دوتا مثلث بچه ها این اگر مرکز باشه، قبول دارید این O1 و O2 متقابل برأسن؟ درسته؟
خب وقتی متقابل برسن با هم دیگه برابرن، او یک مساوی او. خب حالا قبول داری که از او تا بی میشه آر، از او تا آم میشه آر، یعنی شعای دایره بس با هم برابر میشه او آ مساوی با او بی، شعای دایره، درسته؟ خب یه موضوع دیگه آقا، یه موضوع دیگه، زاویه بی 90 آم چیه؟ 90. پس زاویه بی با آ چیه؟ برابره. آ مساوی B مساوی 90. قبوله؟ خب پس میشه بر اساس زاویه زل زاویه مثلث او آدی همنهشت با مثلث او بی سی. قبول؟ خب وقتی همنهشت باشه یعنی چی؟ یعنی او سی برابر او دیه، او دی برابر بی سیه، زاویه سی برابر زاویه دیه، درسته؟ پس ما چی رو میخواستیم؟ او دی مساوی بی سی دیگه. خب این او دی مساوی بی سی. بله بله درست است. خب اون میشه مدل‌های مختلفش دیگه. حالا بچه‌ها این الان اینجا این مدله، فعلا اینجا این مدله، ما حالا همه رو نوشتم ولی فقط اونی که خواسته رو می‌نویسی. خب دیگه حاصل عبارت مقابل رو به صورت یک عبارت تواندار بنویسید، درسته؟ خب آقا این منفی 3 قبول داریم باید بشه مثبت دیگه، 2/5 منفی 3 عکس بشه میشه مثبت دیگه، بس میشه 5/2 به توان 3 ضرب در 5/2 به توان 7. آقا دو تا عبارت دارن ضرب میشن که پایه هاشون برابره، بس توانا با هم دیگه چی میشن؟ جمع میشن. پس چی میشه؟ 5/2 به توان 10. گفته تواندار بنویسیم دیگه، اینم توان. مخرج کسر مقابل را گویا کن. واسه گویا کردن من به تو چی بگم بچه؟ واسه گویا کردن نها کنید، گویا کردن چند نوع داره. نوع اول تک جزئی با فرجه 2، خب یک بر روی رادیکال یک عبارتی مثلا آ، حالا عدد این ورشان هر چی میخواد باشه باشه، تک جزئی با فرجه 2 رو شما ضرب و تقسیم میکنی تو خود عبارت، یعنی رادیکال آ رادیکال، درسته؟ که بعد چی میشه؟ میشه رادیکال آ بر روی آ کسرش گویاش. خب حالا دقت. مورد دوم تک جزئی با فرجه 3. بله سوالا در همین، تک جزئی با فرجه 3 خوب دقت کن، یک بر روی رادیکال آ با فرجه 3 اینو باید تو چی ضرب و تقسیم کنیم؟ ما باید اینو ضرب و تقسیم کنیم تو رادیکال آ با فرجه 3، رادیکال آ با فرجه 3 به توان 2. چرا به توان 2؟ آقا من قراره که از زیر رادیکال بیارمش بیرون، پس توان عبارت زیر رادیکال هم باید توان 3 باشه. وقتی اینجا این توان 1ه، قطعا این باید توان 2 باشه که 2 و 1 جمع بشن بشه 3، 3 بعد با این 3 ساده بشه. آفرین علیرضا، آفرین. حالا یه مثال دیگه، حالا یک بر روی رادیکال آ به توان 2 با فرجه 3 باید ضرب در چی بشه؟ رادیکال آ به توان 1 با فرجه 3. قبوله؟ دو جزئیاشو بلدین یا نه؟ دو جزئیاشو بلدین؟
خب آها یه کاری هم میخوام کنم، یه چالش میخوام بذارم بچه‌ها داخل این اینستاگرام. خب هر کس با عکسای فان و جالبی از سر کلاس از من بگیره استوری میکنم، تگش هم میکنم. الان میگم دو جزئیاشو، دو جزئیاش. خب خوب نگاه کن. دو جزئی با فرجه دو مثل چی؟ اینو میخوام گویا کن. خب دو جزئی با فرجه دو رو باید ضرب و تقسیم تو مزدوجش انجام بدیم، یعنی ضرب در رادیکال x منهای رادیکال y تقسیم بر رادیکال x منهای رادیکال y. که اینجا چی میشه؟ اولی به توان دو x منهای دومی به توان دو y، اینجا میشه رادیکال x منهای رادیکال. حل شد. پس دو جزئی ها چی میشن؟ با فرجه دو ضرب و تقسیم توی مزدوجش. قبوله؟ این هست دیگه. با فرجه سرینا رو بعدم میخونید، ولش کنید، سال دوم بهتون میگم. آیدی نسان پیمان آندرلاین جدیدی جدید هست دیگه، دیروز تو جزوه گذاشته. خب بیار اینجا آقا، اینو میگه گویا کن. هفت بر روی دو رادیکال سه، چون تک جزئی با فرجه دوه رادیکال سه رادیکال سه، پس میشه هفت رادیکال سه بر روی رادیکال سه با رادیکال سه میشه سه، سه ضرب در دو میشه شش. حل عبارت زیرا تا حد امکان ساده کنید. خب بچه ها نگاه کنید واسه ساده کردن. خب خوب دقت کنید ببینید که آقا زیر یه رادیکال بهتون چی میده. الان اگه دقت بکنید 27 بهتون رادیکالی میده با سه، پس همه اینا رو بر حسب سه باید بنویسی. همینا رو به حسب چی می‌نویسید؟ سه می‌نویسید. با رادیکال سه می‌نویسید. خب؟ حالا بیا اینجا. آقا 27 میشه چی؟ 9 ضرب در 3 دیگه، درسته؟ جذر 9 چی میشه؟ 3. ضرب در 2 میشه 6. میشه 6 رادیکال 3. خب 12 رو چی بنویسم؟ 4 ضرب در 3. 4 چی میشه جذرش؟ 2. میشه منهای 2 رادیکال 3. 75 چی بنویسم؟ 25 ضرب در 3. که 25 چی میشه؟ 5 میشه به علاوه 5 رادیکال 3. حالا 6 منهای 2 میشه 4، 4 به علاوه 5 میشه 9، میشه 9 رادیکال 3. زیبا نبود؟ زیبا نبود؟ خب 3 و 25 چیه؟ خب ولش کن بیا اینجا. عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید، یکی از سوالای خوب و خفن. آقا نگاه کن یه سوال دارم. الان بهتون گفتم رادیکال 5 چی میشه؟ 2 دادم. کدوم بزرگتره؟ رادیکال 5 بزرگتره الان یا 3؟ قطعا 3 بزرگتره. خب 3 بزرگتره، علامتش هم منفیه، پس حاصل این عبارت منفیه. داخل قدر مطلق منفی شد، عبارت قرینش میاد بیرون. یعنی چی؟ میشه رادیکال 5. حالا اینجا رادیکال 5 منهای 3 داخل قدر مطلق نیست، اینجا میشه به علاوه 3 منهای رادیکال 5. حالا این رادیکال 5 با این رادیکال 5 میره میشه 3. پس اگر داخل قدر مطلق مثبت بود، قدر مطلق رو بذار کنار خودش، اما اگر داخل قدر مطلق منفی شد، قدر مطلق رو بذار کنار، عبارت رو قرینه کن. حله؟ لینک آفلاین کلاس واسه الان نیست که، لینک آفلاین کلاس واسه بعد کلاس. خب جای خالی رو میگه پر کنید. بیا اینجا. خب آقا نه نزدیکش کنم بکن. خب قبول داری اینجا توان دو میشه اتحاد مربع؟ خب تو اتحاد مربع این جمله اول، این جمله چندمه؟ دوم. خب اولی به توان دو، خب میشه 4x. دومی به توان دو شده 36. چی بوده که شده 36؟ 6.
حالا وسط دو برابر اولی در دومی دیگه، دو تا چهار تا چهار شش تا میشه 24. چه 24 x. حله؟ حله؟ باری کلا به شما. آقا اینو میگه تجزیه کن. این عبارت رو میگه تجزیه کن. تجزیه رو وقت نشد دیروز بگم. الان میگم. تجزیه. آقا نها کن. من یه نوع تجزیه رو میگم. همون هم سوال میاد. یه بقیه رو بر کنیم. تو مثلا دهم یازم دوازم هم همین رو سوال میاد. خب؟ درجه دو باشه. خب؟ ضریب x هم یک. میگه آقا دو تا عدد پیدا کن که ضربش بشه سی، جمعش بشه چی؟ بی. دو تا پیدا کن ضربش بشه سی، جمعش بشه بی. آقا فرض کن دو تا عدد خب مثلا هستن آلفا و بتا، اعداد یونانی. حسن ولش کن، هویج و خیار، درسته؟ خب بچه ها بعد میشه x به علاوه هویج، x به علاوه خیار، یعنی با همون علامتی که هستن میان. اتحاد جمله مشترک این شکلیه. خب ولی خود اتحادی تجزیه یعنی یک عبارت چند جمله ای رو به صورت حاصل ضرب دو تا عدد تبدیل کنی، حاصل ضرب دو تا عبارت تبدیل کنی. نگین اینجا میفهمی، بیا اینجا تو سوال میفهمی. نگاه کن الان دو تا عدد واسه من پیدا کنی که ضربش بشه 12. بگید این عدد چی هستن. آقا 6 و 2 هست، 4 و 3 هست، منفی 6 و 2 هست، منفی 6 و منفی 2 و منفی 4 و منفی 3 هم هست. این اعداد هستن دیگه. خود 12 و 1 هم هست. 12 و 1 و منفی 12 و منفی 1. این اعداد ضربشون میشه 12. قبوله؟ قبوله؟ اوکی. آقا جواب منو بدین. جواب منو بدین. قبوله؟ خب حالا کدوم یکی از این اعداد جمعشون میشه منفی 8؟ آقا 4 و 3 که میشه 7. هیچ. پس نه با خودش کار داریم نه با منفیش کار داریم. 12 و 1 هم که میشه 13. نه با خودش کار داریم نه با منفیش کار داریم. چی مونه؟ 6 و 2 منفی 6 و منفی 2. کدوم جمعش میشه منفی 8؟ منفی 6 و منفی 2. پس میگیم x منهای 6 x منهای 2. آره مهندس، آره. با همون علامت اینجا گذاشتم. خب گفته جواب نامعادلی اینو حل کنید. از کجا ترسونی؟ مربع یا تجزیه؟ نها کن الان حل میکنم، مهدیسون هم حل میکنم. از کجا بفهمی؟ معروف ها چیا بودن؟ اتحادهای مربع معروفی که دیروز گفتم چیا بودن؟ x به علاوه منهای 1 به توان 2، x به علاوه منهای 2 به توان 2، x به علاوه منهای 3 به توان 2، x به علاوه منهای 4 به توان 2، درسته؟ گفتم اینا رو حفظ کنید. خب بیشتر مربع ها درجه 2 اینا هست. حالا یه موقع پیش میاد جز اینا نبود، میخوای تشخیص بدی اگر این عدد سومت جذر کامل داشت یه چک میکنی ببینی مربع است یا نه، اگر نداشت چک نمیکنی. الان 12 جذر کامل داره؟ نه. خب بریم سراغ نامعادله. خب نفس مقدم، نفس خالی، نفس اون نفس مقدمی یا یه نفس دیگه ای؟ خودشی. خب میخوام صدا رو بس کنم بیای بالا. خب
خب دست رو بیار بالا. خب با هم دیگه معادل نامعادله رو یاد بگیریم که دیگه ازش بدت نیاد. چرا نه؟ بیا ببینم. نه سوال جایزه دار نداریم. بیا بالا. دست رو بیا بالا ببینم. چرا نه؟ بابا کاری ندارن که با هم دیگه میخوایم بخونیم دیگه. میترسی؟ بچه ها صدا تو بشنون؟ پانیست تو بیا بالا. باشم آمد بیا بالا. صدا تو بس کردم، تایید کن. سلام چطوری؟ خوبی؟ قربونت. صدات گرفته. خواب بودی؟ خواب بودی؟ خب چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ درس ها خوبه؟ خوب پیش میره؟ امتحان اولتون چیه؟ امتحان اولتون خوب دادین؟ خب پانیز ریاضیت خوبه؟ میدونم خوب کار کرد، خوب زحمت کشیدی براش. خب بعد دیگه سه سال دیگه به همی راحتی نیست. خب بیا اینجا. آره نگران نباش. بگو واسه نامعادله اصلا یه توضیح بده که چیکار کنی. من میخوام درسشو بدم. واسه نامعادله ما بعد دو رو درده ایکس و دو رو درده همگه دو میکنیم. خب شو طرف به دست اومده رو با هم یعنی ایکس رو یه جزا میکنیم، ایکس رو یه عدد هم نگذیدن. آفرین. خب یه موضوع دید. حالا من رو توضیح میدم. پانیز یه سوالی دارم. کدوم شهری؟ تبریز. من دوست دارم. خب ببین تنها دوست تبریزی که دارم و با من خوبه همونه. بقیه تبریزی ها منو بگیرن میکشن منو. میدونی چرا؟ تراکتور. من با تراکتور من طرفدارم، چون یه تیم دیگه هم تیمی که من آبروی شهرمو برده خب باخته پری روز جان. یه دقیقه وایستا. سال درست دیگه هایی که اگر این درست درست کنه بخواد اگه صداش رو برد کرد 80 درست رو درست کنه. باش چشم بنویسیم میگه پانیز جان فقط درست صداش رو برد مدیر مجموعه و من تصمیم گرفتیم برای نگاه کنه دارم مینویسم برات اینجا ببینیم برای این شهامتت که صدا تو وز کردی و اومدی بالا از سال دیگه که کلاس های دهم شروع شد برای درس ریاضی شما 80% تخفیف داری. مرسی. آره حال کن واس خودت. حالا اونایی که میگم صداتون باز بشه میترسین اینجوری میشه. خب حالا آرداشت هم میگفتن این تراکتوری بود و اینا. ما قاهم رفتیم استادیوم بازی تراکتور بود و پرسپولیس. جالبه ما رفتیم استادیوم بازی تراکتور و پرسپولیس. حالا ما چرا رفتیم استادیوم؟ برای اینکه مربی تراکتور امیر قلعه‌نویی بود و یه عده از هواداری که ما استادیوم امیر قلعه‌نویی رو خیلی دوست داشتیم، ما دیگه امیر قلعه‌نویی رو تشویق کنیم رفتیم استادیوم. آ پرسپولیس گل زد و ما اونجا موندیم و نگاه کردیم. تراکتور گل زد نیمه اول مساوی شد. 4 سال 5 سال پیش بود. ما خوشحالی کردیم و اینا. خلاصه گذشت. حالا شروع کردیم به تشویق امیر قلعه‌نویی. تراکتوری اون زمان تبریزی با امیر قلعه‌نویی خوب نبودن. خب یهو دیدیم که 30,000 تا تراکتوری تو ورشگاه آزادی ما رو دارن اینجوری نگاه میکنن، همه دارن حمله میکنن به سمت ما. گفتیم یا خدا همه دارن میان سمت ما. دوست من به من یه اس ام اس داد، گفت که حاجی تو بیا این ور لباست هم که نمیدونم لباس آبی و رنگ امیر قلعه‌نویی با این زیپ ببن بیا کنار من ترکی صحبت میکنم، تو فقط تایید کن، تو فقط سر تکون بده که اینا باید کار نداشته باشن.
خلاصه من رفتم کنار دوستم و هم دانشگاهیم بود و اینا، اومدیم به زور منو یه جوری رد کردن، پلیسا همه ما رو اسکورت کردن، قشنگ ما رو بردن وی آی پی در به پرسپولیسیان نشوندن. و ما که ها دقیقه 89-90 شد، آره، و دقیقه 89-90 شد که ما دیگه بریم تا این بازی تمامیدی شلوغ میشه ما بریم. خلاصه ما دیگه دی امیر قنوی رو تشویق کنیم و بریم، اما تشویق کردیم یا این بر تراتوری یا فوش به ما امیر قنوی و پرسپولیسی ها فوش به ما امیر قنوی، در این 100 هزار وقت داشته به امیر قنوی با فوش میدادن. خلاصه آره واقعا آره خلاصه دیگه ما از اون موقع میگم تبریزی ها من پامو میترسم تو تبریز بذارم، نمیدونم، فقط میرم خونه یه دوستم، اگه بیام میرم خونه دوستم، اونجوری مخفی میرم، مخفی میام. اینم واسه فان کلاس، اینم به خاطر اینجا نوشتم دیگه 80% واسه درس ریاضی چی داری؟ تخفیف داری. حله؟ خب این از حالا بریم من مادر نامادره رو بگم. پانی صدا تو لطفا قطع کن. ما نامعادله. بچه‌ها تو نامعادله فرق زیادی با معادله نمی‌کنه. خب فرقش چیه؟ توی معادله ما می‌گیم در کدام نقطه برابر اون چیزه؟ توی نامعادله میگیم در کدام محدوده. پس فرق معادله و نامعادله، معادله یعنی یه نقطه، نامعادله یعنی یه محدوده. حله؟ حله بچه ها؟ خب بچه ها اون چیزی که مشکل دارن تغییر علامتی که تو معادله اتفاق میفته، تو نامعادله اتفاق میفته. بچه ها یه بار داریم منفی 2x منهای 3 کوچیکتر مساوی مثلا 7. خب خوب نگاه کنید، شما برای حل این نامعادلات به هیچ وجه به این دست نمیزنی، اینو ثابت نگه میداری. چیزی که تغییر میکنی اینه، متغیر ما بس چی اینه. میگی آقا میشه منفی 2x رو ثابت نگه میداری، میره اونور میشه چند؟ 10. حالا x من چی میشه؟ 10 تقسیم بر منفی 2 که میشه منفی 5. علامت کدوم وری؟ آقا علامتت منفی بوده تو x، حالا شده مثبت، پس ایشون هم علامتش عوض میشه. حله؟ نمیخواد دیگه این کارو نکن، نمیخواد توی منفی ضرب کنی، همین کاری که اینجوری راحت تر اونجوری ممکنه گیج بشی. آخه نگا کن، بعد سالهای دیگه شما درجه 2 داری، درجه 3 داری، بعد اونجا اونی که توانش بیشتره علامتش تغییر میکنه، داستان داره. خب یه بار دیگه آقا اون ایکسی که وجود داره چه مثبت چه منفی رو ثابت نگه میداری، این اعداد رو جاهاشون عوض میکنی، بعد که تقسیماتتو کردی ایکس تنها شد، حالا نگاه میکنی به علامت ها، میگه آقا اینجا منفی داشت اینجا مثبته، پس این علامته عوض میشه. صدا اوکی؟ یه رفرش بکن. عدد ممکنه این ور منفی باشه، اصلا کار نداریم. اگه این تو حالت اول ضریب ایکس منفی بود، تو حالت آخر مثبت شد، علامت عوض میشه. تمام. یا مثبت بود این ور منفی شد، علامت عوض میشه. اوکی. وقتی که این ور اولش منفیه آخرش مثبت میشه، علامت عوض میشه. سلام مورد. خب حالا یه دونه کسری عمل کنم. عادی کسری شما تو سال دهم میخونید، ولی یه دونه حل میکنم. بچه ها کسری رو من الان نمیتونم بهتون یاد بدم. چرا؟ چون نامعادله شما باید جواب به دست بیارید و توی کسری ها شما باید جدول تعیین علامت بلد باشید. جدول تعیین علامت رو توی فصل چهارم سال دهم می‌خونید. حله؟
نه 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 اون شکلی نیست، اون شکلی نیست. اصلا کسری ها اونجوری حل نمیشن. سوتی ندیا، سوتی ندیا. آقا من فقط نمونه حل میکنم فرقش رو ببینی. یادم نگرفتی نگرفتی. ریشه بالایی میشه ده، اینم بذاریم چهار. اینجا هم ریشهش میشه چند؟ دو. درسته؟ شما واسه این باید جدول تعیین علامت رسم کنی. منفی بی نهایت، مثبت بی نهایت. دو، ده. اونی که تو مخرج صفر میشه میشه تعریف نشده، اینجا میشه صفر. اینا سال چندم؟ دهمه. جدول ناکن تعیین جدول تعیین علامت. میگه آقا از 10 تا مثبت بی نهایت یه عدد پیدا کن، مثلا 20، مثلا 25 بده به این ببین مثبت میشه یا منفی. 20 بدیم بالا مثبته، پایین منفیه. مثبت تقسیم بر منفی میشه منفی. 2 تا 10 5 بدیم بالا میشه منفی، پایین میشه منفی، میشه مثبت. منفی بی نهایت تا 2 هم 0 بدیم به x میشه منفی. این کجا رو میخواد؟ 0 رو میخواد، بزرگتر از 0 رو میخواد، پس مثبت ها رو میخواد. جواب میشه 2 تا 10. این شکلیه. این نمیخونید شما، ول کنید. نه تو تیزوشان هم نمیاد، تو تیزوشان هم نمیاد. خب بیا اینجا آقا، اول اینو ساده کنیم. ضرب 2x منهای 4 کوچیکتر مساوی منفی 2x در. خب آقا اعداد یه طرف، x ها یه طرف. حالا اونی که همیشه منفی، حالا کن اینجا نگاه کن، یه طرف که نری، دو طرف x داری. اونی که علامتش منفیه رو همیشه تغییر بده، چون وقتی تغییر بدی این علامت تغییری نمیکنه. خب منفی 2x بر اونور چی میشه؟ میشه 4x کوچیکتر مساوی 8. x میشه کوچیکتر مساوی 2. عکس بگیر مهدیس واسه من واتساپ بفرست. عکس بگیر واتساپ بفرست حل کن. خب میگه آقا خط خط 2x منهای 3y مساوی 6 را در دستگاه مختصات رسم کن. آره واتساپ بپرسین از کلاس نباشم جواب میدم. اینو میگه رسم کنید. بچه ها گفتم غیر x و y عددی داشت، یه بار به x صفر میدی یه بار به y، درسته؟ بیا اینجا یه بار x یه بار y، صفر اینجا یه بارم صفر اینجا. من به x هم صفر بدم، ایشون میشه صفر، میشه منفی 3y شده 6. y هم چند میشه؟ میشه منفی 2. پس اینجا میشه منفی 2. به ایگرگ هم صفر بدم، ایشون میشه صفر، 2x میشه 6، x من چند میشه؟ 3. حالا یه نقطه دارم صفر و منفی 2، صفر و منفی 2 که این نقطه است، یه نقطه دارم 3 و 0 که این نقطه است. حالا اینا رو به هم دیگه وصل میکنم، این میشه خط. حل گفتم تو سه جلسه پیش گفتم، گفتم که اگر x و y داشته باشیم کنارش یه عدد دیگه ای باشه، دوتا رو یه بار این کی رو صفر میدیم یه بار اون کی رو صفر میدیم. اگر عدد کنارش نباشه فقط x و y باشن، یعنی این 6 اینجا مساوی صفر باشه، یه بار به x صفر میدیم یه بار به x 1 میدیم. میتونی اون کارم بکنی، به معادله کلی هم تبدیل کنی، دوباره همین کارو باید بکنی دیگه، فرق نمیکنه که. خب محلا ایدی، من یه چیزی راجع به کلاسای تیزوشان و نمره دولتی بگم. بچه‌ها یک ماه مونده تا امتحانه، خب و شما تا الان با ممکنه اساتید مختلف کار کرده باشه، ریتم خوندن تو یه جور دیگه باشه. من تو این یک ماه اگر بخوام کلاس بذارم، خب چیزی به شما نمیتونم اضافه کنم. چرا؟ چون شما مغزتون عادت کرده به یه چیز دیگه. این موضوع. خب اگر می‌بینید واسه امتحان نهاییتون کلاس گذاشتین، به خاطر اینکه خب امتحان نهایی فرق می‌کنه با نمونه و تیزوشان. من اونجا نمیتونم کار یک سال تو یه ماه انجام بدم، ولی اینجا میتونم کار یک سال حداقل تو چند جلسه انجام بدم.
خب و این کلاس ها یک رسالت ما بود، این کلاس ها رو گذاشتیم بخاطر اینکه تو این اوضاع کرونا که آموزش درست حسابی شما نداشتید، یک کمکی به شما کرده باشیم، هم خیال خودمون راحت باشن، توشه واسه آخرتمون باشه، همین که شما با فضای کلاسیتی آشنا شده باشین، خب آنلاین واقعی رو تجربه کرده باشین، پرسش و پاسخ رو ببینید با آنلاینایی که دیدین تو مدرسه و این چیزا. پس ما الان خب نمیتونیم واسه تیزوشا و نمونه کار خاصی بکنیم، مگر اینکه حالا یک سری مثلا کارگاه‌های مثلا دو جلسه‌ای بذاریم، مثلا سوالات پیشرفته کار کنیم، ولی تضمینی نمیدم به شما که اون سوالا هم بهتون کمک کنه. دمش گرم. آره من خوبم، من خوب. بیاین آقا چی گفته ادامه؟ گفته که شیب و عرض از مبدأ آن را مشخص کن. خوب دقت کن. شیب و عرض از مبدأ. بچه بوده 2x منهای 3y مساوی 6. فرم استاندارد تبدیلش کن. میشه 3y 2x منهای 6. درسته؟ تقسیم بر 3 کن. میشه y مساویه با 2/3 x منهای 2. خب آقا چی گفته؟ گفته که شیب شند 2/3. عرض از مبدا چقدر؟ منفی 2. امیرعلی قوی داره الان کلی توضیح دادم. نه من اینو بردم اونور، این رو ثابت نگه داشتم و 6 آوردم این وقت که شد منفی 4. جاهاشون اینجا اشتباه نمیشتم، اشتباه هم که نمیشتم، جاهاشون اینجا. جه آیا نقطه منفی 6 و 6 روی این خط قرار دارد؟ چرا؟ یه 10 دقیقه مونده. آره تلگرام سوال بپرسین جواب، کلاس نباشم جواب میدم. آیا نقطه این روی این خط قرار داره؟ بعد چیکار کنیم؟ به ایکسش منفی 6 بدیم ببینیم آیا جواب به من منفی 6 میده. 2/3 ضرب در منفی 6 منهای 2. درسته؟ 3 به خودش یه مرتبه، این منفی 2. 2 ضرب در منفی 2 میشه منفی 4. منفی 4 منهای 2 میشه منهای 6. ایگری که به امداد برابر با ایگری این نقطه است. میگم بله قرار داره. چرا؟ چون در معادله خط صدق میکند. چراش؟ دقیقا همین خط قرمز است. چون در معادله خط صدق میکند. سوال 10 گفته دستگاه مقابل را به روش دلخواه حل کنید. خب حل دستگاه بچه بهترین حالش روش حسبی است. جایگزین رو کلا فراموش کنید مگر اینکه خود سوال بگید. کلا تو سال 10-11-12 اصلا به روش جایگزینی ما حل نمی کنید، فقط حسب. قبوله؟ خب آقا چی رو حسب کنیم اول؟ هر چیزی که دوست داشتی، هر چیزی که برات راحت تر بود. پایین 2x بالا رو ضرب در منفی 2 کنم میشه منفی 2x به علاوه 6y منفی 14. 2x منهای 7y شده 15. بریم بزن اینا با هم دیگه میرن. 6y منهای 7y میشه منهای y. 15 منهای 14 1. پس از اینجا y به دست میاد منفی 1. خب در ادامه یکی از اینا رو انتخاب میکنی به فرض این به جای ایگرگش میذاری منفی 1. x منهای 3 منهای 1 مساوی 7. ایشون میشه 3، پس x من میشه 7 منهای 3. درسته؟ 7 منهای 3. x ما هم میشه 4. روش قیاس دیگه چیه؟ اون میشه حفظی دیگه. من نشیدم تا حالا قیاسو واقعا.
شاید یه روشیه تو دوره دوره اول، من چون دوره اول کلا درس نمیدم نمیدونم. امید الان توضیح دادم، امید الان توضیح دادم. میدونی مثل چی میمونه؟ میدونی مثل چی میمونه؟ من چهتون بگم آقا، ما جلسه اول میریم کلاس سال دوازده ما میگیم آقا صبر کنید، خب من بهتون میگم کتاب چی بگیرین که از روش تست بزنید. خب مثلا یه جلسه میگذره، دو جلسه میگذره، خب بعد کتاب معرفی میکنه، بعد یه دانش آموزی از جلسه پنجم اضافه میشه، دارن درس مهم میدم، یکی دوباره میپرسه چی؟ کتاب چی بگیریم؟ بابا الان گفتم که آقا ما نمیتونیم برای تیزهوشان تو یک ماه کار خاصی انجام بدیم یا مدارس نمونه دولتی، خب مگر اینکه یه سری مثلا کارگاه سوالای پیشرفته بذاریم که یکم باهاتون نمونه سوال کار کنید، وگرنه من براتون معجزه نمیتونم بکنم توی ما. و شاید اصلا اون سوالایی هم که از نظر من اوکی باشه، مهم باشه، تو تیزهوشان نیاد، چون من دبیر دوره دومم، دبیر دوره اول نیستم. خب بریم قسمت بعد. چند تا سوال مونده؟ خب سه تا سوال مونده دیگه. خب آقا این سوال 11 که همش مینالید، خوب دقت کنید. یه نکته از چهارم ابتدایی بگم. قبول داری تقسیم کسرها آبیوم تقسیم بر سیدیوم میشه آبیوم ضرب بر دیسیوم، یعنی ضرب میشه عکسش؟ قبوله؟ این چهارم ابتدایی. خب بیا اینجا، پس اینم دقیقا همینه داستانش. میگیم آقا سه آدو بر روی آی به علاوه یک ضرب داره آدو منهای یک بر روی آدو منهای آ. کسی با این مشکل نداره؟ کسی با این مشکل نداره؟ خب حالا در ادامه حالا نوبت ساده کردنه. بچه ها این یک به توان دوی دیگه، خب آدو منهای بی دو ببینم یاد چی میافتم؟ اتحاد مزدوج. پس میتونم ایشون رو چی بنویسم؟ آی منهای یک در آی بر. قبوله؟ از ایشون میتونم فاکتور بگیرم، میشه آ در آی منهای یک. دیروز فاکتور گیری رو گفت. آقا اینا رو میتونم ساده کنم؟ نه، اینا دیگه ساده هستن دیگه، بیشتر از این ساده نمیشه. اوکی اتحاد مزد. خب بریم بزن انجام بدیم. آقا آی منهای یک با آی منهای یک، آی به علاوه یک با آی به علاوه یک میره، پس چی میمونه؟ میمونه سه آدو بر روی آ. این آ با یه دونه از توانای ایشون میره، جوابش چی میشه؟ سه. مرسی ساجده، مرسی، لطف داری ساجده. چرا نفس؟ خب قربون شما، متشکرم. آی سالی اینقدر محبوبیت یه جا دیده بودی؟ خب بریم بعدی. آقا نگاه کن، دو تا کس رو میخوای با هم جمع کنی. جمع کسرها، اینم تو سال چهارم خوندید. آقا آبیوم به علاوه سیدیوم، باید مخرج مشترک بگیریم دیگه. به چی؟ به حاصل ضرب اینا. به چی؟ به بمیمیمشون. قبوله؟ آره مهم نیست چیه،
این دوتا رو ضرب میکنی، این که ضرب در دی میشه، اینم ضرب در چی میشه؟ دی میشه. این که ضرب در بی میشه، اینم ضرب در بی میشه. پس میشه آدی به علاوه چی؟ سی بی. تصویر شطرنجی شد؟ باشه. اینو آره. الان درست میشه. الان درست میشه. الان درست میشه. حله؟ الان اونم درست شد. تا اسکرین شیر رو میدین درست میشه. خب هیچ ردی نداره، ولی اسکرین شیر رو میدید حسودی میکنه. میدونی چیه؟ چون حسودی میکنه بچه ها مثلا اون ور رو نگاه کنن، دیگه این ور رو نگاه نکنن، این ور خوب میشه. خب بریم این حالا. آقا دو تا کس قرار جمع شن، پس مخرج مشترک میگیرم. چی میگیرم؟ مخرج مشترک. خب مخرج مشترک به چند بگیرم؟ آقا x منهای 1 ضرب در x علاوه 1. قبول، این دوتا تا هم دیگه ضرب شن دیگه، درسته؟ حالا این کسر ضرب در این شده. خب پس 3 هم باید ضرب در چی بشه؟ ایشون بشه، درسته؟ پس میشه 3 ضرب در x علاوه 1. ایشون ضرب در ایشون شده، پس این دو هم باید ضرب در چی بشه؟ ایشون بشه. پس میشه به علاوه 2 در x منهای 1. کسی مشکل نداره؟ خب صبر کن دیگه، موزم میزنیم صبر کن، میزنیم دیگه، موزم میزنیم. اول اینو باید بنویسی، این نمره داره خودش. خب در ادامه دوست، پایینی اتحاد چیه؟ موز. چی میشه؟ میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان. بالایی 3 در x ضرب شه میشه 3x، ضرب در 1 شه میشه 3، 2 در x ضرب شه میشه 2x، در منفی 1 ضرب شه میشه منفی 2. میشه بس آقا 5x به علاوه 1. پایین هم که هست x2 منهای 1. ایزی ایزی، تمام حله. مشکل خب این تقسیم رو میگه انجام بدید. بچه این تقسیم رو که میگه انجام بدید تا حالا براتون حل نکردم، حل میکنم آخر ساله، فصل آخر آخر. خوب دقت کنید برای این تقسیم، خوب دقت کنید، حواسا اینجا. خب یه عجیمتی انجام بدم اینجا. آقا همیشه اولش رو نگاه کنید، ایشون ایکسه، ایشون 5x2، قبوله؟ این x نسبت به 5x2 چی کم داره که بشه 5x2؟ x ضرب در چه عددی بشه؟ ضرب در چه عبارتی بشه؟ بشه 5x2. 5x دیگه، درسته؟ پس اینجا میذارم 5x، میشه 5x2. سم ضرب بشه میشه منهای 15x. خط بکشیدش، زمانی که خط میکشی میگه حالا علامت ها رو قرینه میکنم، این که مثبت میشه منفی، این که منفی میشه مثبت، علامت ها چی میشن؟ قرینه میشن. حالا بزن این دوتا که با هم دیگه میرن، 15x منهای 7x میشه 8x، منهای چند؟ 6، درسته؟ خب آقا x چی کم داره نسبت به این؟ x چی کم داره نسبت به این؟ 8. پس اینجا میذارم به علاوه 8، میشه 8x منهای 24. بیام اینور علامتاشو چیکار کنم؟ قرینه اینا با هم دیگه میرن، 24 منهای 6 چند میشه؟ 8. تموم شد. پس میگم آقا 5x2 منهای 7x منهای 6 میشه x منهای 3 ضرب در 5x به علاوه 8 به علاوه 8. ایشون میشه مقسوم علی ایشون میشه خارج قسمت
اینشون هم میشه باقی مانده. حل راست میگی، 8 نمیشه، 18 میشه. 18 میشه. درست. خب. الف. سوال آخر. حجم کره به شعاعی 6 سانتی متر را به دست آورید. آقا حجم کره چی میشد؟ V مساویه با 4 سوم پی آر 3. درسته؟ شعاعش چنده؟ 6. 4 سوم ضرب در پی ضرب در 6 به توان 3. خب. آقا این 6 به توان 3 میشه 36 ضرب در 6 دیگه. قبول 3 به خودش یه مرتبه. اینم دو مرتبه. میشه 8 پی ضرب در 36. 8 6 تا میشه 48 تا. 4ش میمونه. 8 3 تا 24 تا با میشه 28 تا. میشه 288 پی. چون سانتی متره میگم چی میشه؟ سانتی متر مکعب. آخرشه. بر حل کنم تمومه دیگه. به اوجیم مونده. همین دوتا رو حل کنم تمومه. نازک نارنجی نباش. مهدیس. اه. 3 سال دیگه باید بری دانشگاه. آهنگ منصور رو باید درد بخونم دیگه. نازک نارنجی نباش. نازک نارنجی. آره. از الان باید آماده شی. خب. میگه با قسمتی از دایره به شعاع 5 سانتی متر مخروطی ساخته ایم به قطر و قاعده 6. حجم این مخروط کدومه؟ خوب حواست رو جمع کن. حالا کوتا دانشگاه. حالا این کدوم رشته آسون در. ببین. آقا قبول داری قطر این 10. خب 6 تا اینجا شده، بس ارتفاعش چنده؟ 4 دیگه. درسته؟ فرق نمیکنه. تجربه همشون یه جورن. به ریاضی، هندسه و گسسته و اینا دارین، تحلیلی دارین، آمار احتمال دارین، کتاب جدا سخت میشه. به این تجربی هم سیست سخت میشه. فرق نمیکنه. واسه چه علایقتون برید. این 10 تاست. درسته؟ 6 تاش اینجاست. چند تاش باقی میمونه؟ 4 تا دیگه. ما وسیله این نیم دایره مخروطه رو ساختیم دیگه. درسته؟ الان گفتم امیرعلی این 10 این 6 از این 10 تا 6 تا برداشتیم چند تا میمونه؟ 4 تا دیگه. ببینید هر دو تا رشته تجربی و ریاضی به یک میزان سختی دارن، هیچ فرقی نمیکنه. باید درست یاد بگیرید. مگر اینکه خودش بگه دیگه، اگه نگه احتیاج نیست. بر اسب پی به دست بیاره. خب اس حجم مخروط یک سوم پی آر دو اچ. یک سوم پی آرش چنده؟ 3 دیگه. میشه 9 ضرب در چند؟ 4. 3 به خودش یه مرتبه، این 3 مرتبه، میشه 12 پی. دیگه خیلی خواستی بهش حال بدی، مثلا 100 از 14 صدم بنویس دیگه. جیم از دوران نیم دایره حال شعاع چی به دست میاد؟ نیم کره. نیم کره نه کره، اون دایره است که کره میده. نیم دایره نیم کره میده. باز ایمانتون ضعیف شد؟ بچه ها نیم کره میده. نیم کره میده. حول شعاع گفته، حول قطر نگفته که. این نیم دایره. اگه حول این قطر بود، آره کره میده. گفته حول شعاع.
یعنی از این ور دوران کنه این شکلی. همینجوری پی بذارید. یالا خیلی خواستین حال بدین بهش بگید مثلا پی رو من 3 در نظر میگیرم میشه 36. دیگه خیلی بیشتر خواستی حال بدین بگو پی رو 100 از 14 در نظر میگیرم مثلا اون رو حساب کن. خب بچه ها خسته نباشید. یه جلسه یه کلاس داریم احتمالاً فرداست. خب باز تا آخر کانال اعلام میکنه تو کانال نیستن برن تو کانال. خیلی حال کردم باهاتون. یه دونه بنویسید با فرض دیگه. امیدوارم از کلاس لذت برده باشید. تا درودی دیگر. بدرود.